بسم الله الرحمن الرحیم. فوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین. صلواتی هدیه بفرمین. الله سلام. عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یدی. صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل خدا را به حرمت حضرت بقیت الله روحانا فدا. قسم میدیم هر مضطری گرفتار گناه مثل من نمیتونه ترک کنه، بیمار داره، مضطر، مشکل مالی داره، گرفتاره، به اضطرار زینب کبرا سلام الله علیها و به اضطرار امیرالمؤمنین در مثل این روزها، خداوند انشالله به حرمت امام زمان ارواحنا فدا اذهان ما رو و مشغولیت‌های ما رو به نحو احسن برطرف کنه و ذهن ما فقط مضطر غیبت حضرت حجت صلوات الله علیه باشه. صلوات دیگری محبت کنه. اللهم صل علی محمد. موضوع بحث ما خطبه 216 یا 214 یا 207 این حوالی نهج البلاغه بود. متن اصلی و کامل در کافی شریف مجلد آخر که به روزه موسومه، یعنی روزه کافی، شاید هم این دلیل روزه گفتن که دیگه باب بندی نداره و خلاصه گلستانی از گلهاست، مثلا متفرق همه مطالب مختلفی توش هست از جمله خطبه های مهمی از امیرالمومنین صلوات الله علیه. متن کامل اونجاست. جلسه گذاشتم از کافی خوندیم متن رو، یه چند جمله عرض میکنم و اگر فرصت بود شاید راجبه یه موضوع دیگه هم چند جمله عرض کرد. امیرالمومنین صلوات الله علیه در این خطبه‌ای که به حضرت نسبت داده شده که بسیار کلمات مهمی توش هست، همین یه خطبه بسته برای این که معلوم بشه قدر و قیمت امیرالمومنین سلام الله علیه با کسانی که توهم هماوردی و رقابت با ایشون داشتن فاصله چقدر، قابل قیاس نیستن اصلا. بقیه کجان و امیرالمومنین کجان؟ و از امیرالمومنین صلوات الله علیه عذرخواهی میکنم که این حرف رو هم زدم. مقایسه امیرالمومنین سلام الله علیه با غیر از معصومان، ولو این که برتر بدانیم، جسارت به محضر مبارک امیرالمومنین. همونطور که زشته من به شما بگم شما مثلا فرض بفرمایید از فلان حیوان دور از محضرتون شعور بیشتری دارید، این توهینه، گرچه من شما رو تفضیل داده باشم. قیاس امیرالمومنین با غیر معصومین ولو تفضیل بدیم جسارته، بلکه از این هم فاحش‌تره. اصلا افضلیت امیرالمومنین سلام الله علیه نسبت به اقران خودش بی‌ادبیه. تا چه کنیم، گرفتار روزگاری هستیم و بودیم که خلاصه بله، باید امیرالمومنین صلوات الله علیه رو با انبیاء قبل از خاتم انبیاء و ملائکه و اوصیا قیاس کرد و تفضیل داد. پایین ترش جسارت اصلا، چون در واقع محل قیاسی نیست.
این رو هم عرض کردم برای توجه به کلام حضرت. حضرت فرمود بله، از اینجا شروع کرد که اما بعد، فقط جعل الله لی علیکم حقا به ولایت امرکم، خدا این که من ولی امر شما شدم حقی برای من قرار داده. اینجا منظور حضرت از این که من ولی امر شما شدم نه اینی که من امام معصوم شما شدم، اون خیلی حقوق دیگری داره. اینجا حضرت به عنوان حاکم داره بیان میکنه. در جامعه‌ای که حضرت داره سخن میگه، اونم در صفین، مردم اکثریت او رو امام معصوم که نمیدونستن، برای اونا میفرماد من ولی امر شما شدم. حالا امر شما، ولی امر شما، از این جهت که امارت، امیر صفت مشبه از امارت، مثلا حاکمم بر شما، یا چون حکومت معمولا با امر و نهی داره میشه، ولی امرم مثل قلم روی حکومت که وقتی می نویسه تا کجا این قلم میره، تا کجا توسعه داره، تا کجا این قلم رو می خونن فرمانش رو به عنوان فرماندهی، یا هر امر مهمی، یا به هر جهتی، من ولی امر شما که شدم برای من خدا حقی قرار داده که مهمترینش اطاعت حاکم. اگر مشروع باشه باید مطاع باشه، یعنی باید اطاعت بشه. حاکم مشروع یکی از حقوقش اینه که باید اطاعت بشه. اگر قرار باشه اطاعت نشه، جاهای دیگه هم داره حضرت فراوان که گله میکنه اون جایی که فرمان میده و گوش نمیدن، همین رو میفرماد که دیگه اگر قرار باشه بر این که من اطاعت نشم، عملا کاری پیش نمیبره. حاکم باید در اموری که قانون میگذاره، رویه تعیین میکنه، باید اطاعت بشه، واجبه، منتها به شروطی که بعضیاشو اشاره میکنه. بلا فاصله هم فرمود ولکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم، این حق دو طرفه است، شما هم همینطور حقوقی دارید. یعنی من به وظایفم، اینجا امیرالمومنین به عنوان حاکم داره سخن میگه، من وظایفمو انجام میدم، باید اطاعت کنید و امور دیگر که جاهای دیگر از نهج البلاغه هم فرموده، و از اون طرف منم باید حقوقی از شما رو به رسمیت بشناسم، تکالیفی بر عهده‌مه. اگر حاکمی عادل نیست، خب حق اطاعتم نداره. این حق دو طرف است. وقتی میخواد اداره کنه، زیر این بار بره، حتما باید اطاعت بشه، همراهی بشه. حق دو طرف است. فالحق و اوسع الاشیاء فی التواصف، فرمود که همه راحت راجع به حق حرف میزنن، و اضیق و حافظ تناسف، موقع عمل که میشه خیلی دایرش کمه، کمن پای کار وایسن. در کافی اینجا عبارت دیگری بود که الحق اجمل الاشیاء فی التواصف، حق خیلی زیباه در بیان کردن، همه دوست دارن از حق گفته بشه، و اوسع و حافظ تناسف، برعکس اینجا که اضیق و هاست. اگه اضیق و حافظ تناسف باشه، یعنی پای عمل که میرسه کسی پاکار نیست. اگر اوسع و حافظ تناسف باشه، این همون عبارتی است که حضرت جای دیگه فرمود که ان فی العدل سعه، اگر پای انصاف و عمل که مردم وایسن دوچار زیغ و تنگی نمیشن، وسیعه، یعنی عدالت بیاد مردم خفه نمیشن، نترسید. نگیم که سخت میگیره به ما، مثلا امیرالمومنین میگفتن به ما سخت میگیره، مثلا حقوقمون از بیت المال بیشتر بود الان کم کرد چون حق عده رو بده. خب حق، اگر عدل برقرار بشه شما خیالت راحت میشه که حقتو نمیخورن. یه جهت که باید ازت مطالبه کنند و میبینی، ده جای دیگه هم به نفعت میگه دیگه. بعدم فرمود بله، هر کسی که حقی داره و حقوقی، این حقوق هیچ کدوم فردی نیست، علیهش هم هست، قوانین مال همه هست. مثلا لو کان لأحد ان یجری له ولا یجری علیه لکان ذالک خالصا لله، اگر قرار بود یه سری حقوق باشه یه طرفه باشه، این مال خدا بود نه مال بقیه. چرا؟ یه سری حقوق یه طرفه است برای خدا دیگه. مثلا فرض بفرمایید که
خدا میتونه از باطن افراد حرف بزنه و اینا رو افشا کنه. مثلا خدا میتونه برای عده‌ای سخت بگیره، برای عده‌ای گشایش ایجاد کنه. فرمودین فقط برای خداست، به دو جهت: لقدرتهی علی عباده، برای اینکه به کسی بدهکار نیست اصلا. این حقوق دو طرفه باعث میشه زندگی کنیم. اون خدا به کسی بدهکار نیست که. و از طرفی لعدلهی، عادله، عدل محضه، حقیقت عدله. این حقوق و تکالیف رو قرار دادن به کسی ظلم نشه. او که عدل محضه، لذا لازم نیست که حقی مقابلش باشه، کسی براش حقی قرار بده. بفهم لکنه او جعل حقه او علی العباد ان یطیعوه، این حق رو، این کار، نعماتی که خدا به مردم داده رو خلاصه این طور قرار داده که از او اطاعت بشه. وقتی هم اطاعت میشه، وظیفه است که از او اطاعت کنن. منعمه، ابتدایی هم منعمه. هرچی داشتیم از او داریم، هیچی از خودمون نداشتیم، هیچ هیچ. اما چی؟ اما با این که هیچ وظیفه‌ای نداره در قبال اطاعتش انجام بده، جعل جزاءهم علیهم مضاعفه الثواب تفضلا منه. اما از روی تفضل و اکرام و آقایی و بزرگواریش برای کارهای خیلی، اگر کسی اطاعت الهی هم بکنه، ثواب چند برابر قرار میده. و توسعا بما هو من المزید اهله. بعد فهمید بله، خداوند از بین حقوقی که قرار داده، بعضیاشو حقوقی که مردم بر مردمن، فجعل تتکافع فی وجوهها، اینا رو مقابل هم قرار داده. این حق شوهر مقابلش حق همسر، حق همسایه، حق کارفرما و کارگر، دو طرف است. یوجب و بعضها بعضا، هر کدوم وظیفه ای انجام دادن حقی پیدا میکنن طرف مقابل باید انجام بده، به عکسش هم همین. ولا یستوجب بعضها الا ببعض، و اگر این طور باشه که یکی از طرفین از این حق خلاصه عدول کنه، انجام نده، وظیفه‌شو انجام نده، کارگری قرارداد میبنده و سرکار کار نمیکنه، خب حقوقم نداره دیگه. و فهم در بین این حقوق بالاترین، اعظم و مفتر از سبحانه من تلک الحقوق، تا اینجا رو خوندیم، دارم آنچه گذشت میگم سری، بالاترین حقی که خدا قرار داده از این حقوق، از این حقوق بین مردم که بالا فرمود، بالاترینش حق الوالی علی الرعیه، حق حاکم بر مردم، و چون دو طرف است، و حق الرعیت علی الوالی، و حق حاکم بر مردم، مردم بر حکومت، دو طرفه. چرا بالاتره؟ زن و شوهر اگر حقوقی بینشون تضییع بشه که بسیار خطرناکه، همین این برای عاقبت به خیر نشدن آدم نعوذ بالله کافیه، دو نفرن و یه خانواده اگر آسیبی بخوره. بین کارگر و کارفرما دو نفرن یا چند نفرن، هرچی توسعه پیدا کنه، تعداد افراد بیشتری محق و طلبکار میشن. اگر یه کارمندی توی مثلا فرض کنید اداره مالیات، حق تو مالیات گرفتن از مردم یا از حق حکومت کم کنه، آنچه واجب و درسته رو از عده‌ای نگیره یا از عده‌ای بیشتر بگیره، این چون به جمع بیشتری آسیب میزنه، گناه بزرگتریه، حق بزرگتری است، مطالبه بزرگتری میخواد. تولید کننده خودرو برای مردم بیچاره ای که مجبورن از یکی دو تا برن فقط استفاده کنن، با این توجیه که میتونست شاید توجیه خوبی باشه که برای اینکه مثلا جامعه مسلمین رو تقویت کنیم،
مستقل باشیم از مثلا خطرات تحریم دشمن خارجی، مردم تحمل کنن ضعف‌های ساختاری و کیفیت اون ماشین رو، اما تولید کننده از همه چیزش هر چقدر میتونه کم بگذاره. این از حقوقی است که خب معلوم این حق یه خانواده دو خانواده نیست. خود کارمندای این خودروسازها باید اقلش اینه که مطالبه کنن که آقا این مال ما آغشته به حرام هست یا نیست هستن. حالا اگر کسی درش کشته بشه و اونا که یه چیزای دیگه هم هست، کشته هم نشه، همینه که اون تولیدی که محصولی که تولید شده بی ارزشه یا کم ارزشه و کمتر از حدی است که خود همین سازنده داخلی میتونه تولید کنه. از این بهتر میتونه تولید کنه ولی این آشغال رو تولید میکنه. اقلش اینه که باید کارمنداش نگران باشن، یعنی هر یه نفر بگه من وظیفه خودم رو درست انجام میدم. حالا اگر این مجموعه مدیریت که حالا ما نمیدونیم کسی بلده درستش کنه بلد نیست درستش کنه، میتونن نمیتونن، میشه نمیشه، حرف بزنیم میگن شما تخصص ندارید. میگن ما تخصص نداریم، ولی اینی که سوارش میشیم آشغال بودنشو حس میکنیم، وجدانیه. اما اینکه حالا چی باید چجوری باید درست بشه ما نمیدونیم باید چجوری درست بشه. هرچه حق تضییع شده گسترده تر باشه موضوع مهمتر میشه. چرا حق حکومت از همه مهمتره؟ برای اینکه تصمیماتش، رفتارهاش، اعمال قدرتش برای سرنوشت همه اونها مردمه، برای همین از همه بزرگتره. شاید یه دلیل اینه. دلیل دیگرش اینه که اصلا کلان دینداری، از کلام امیرالمومنین صلوات الله علیه خواهید دید عزت دین به صلاح حکومت هاست، که البته امر طرفینیه. یه وقتی ممکنه حاکمی سالم باشه، صالح باشه، عادل باشه، مردم بخوان که او رو فشار بیارن از طریق عدل و عدالت خارجش کنن، از طریق ثواب و صلاح خارجش کنن. حداقل مورد امیرالمومنین صلوات الله علیه جامعه بشری دیده که او میخواست عدالت برپا کنه جلوشون میگرفتن. این فرض داره، این فراوان فرض داره که او میخواد اصلاحگری کنه جلوشون میگیرن. فرمود این از همه حقوق بالاتره. و اعظم و مفتر از سبحانه، بالاترین عظیمترین چیزی که خداوند واجب کرده، واجبم هست، من تلکل حقوق حق الوالی، حق حاکمه بر مردم و مردم بر حاکم. و این درسته که حق الناسه از جهتی حق الله هم هست، یعنی خودم هم مطالبه میکنه، چون هدایت مردم، رفاقت مردم، ساختار اجتماعی همه به این رابطه برمیگرده. اگه این رابطه درست باشه خیلی چیزا سر جاشه که حالا حضرت بیان میکنه، اگر نباشه هیچی سر جاش نیست. مردم با همسایه‌شون هم دعواشون میشه. یه معلم که به یه دانش آموز بی استحقاق نمره میده به بقیه نمره نمیده، زنگ تفریح دو تا دانش آموزی که یکی دو جور، دو هر دو یه جور نوشتن، یکی 5 شده و یکی 19، دعواشون میشه با هم. یعنی اگر حق رو حاکم درست رعایت نکنه بین مردم هم دعوا میشه، بین مردم تفرقه میشه. مثلا شیوه اینه که هوای عده‌ای رو داشته باشن و هوای عده‌ای رو نداشته باشن و اینا بزنن تو سر هم. در زمان حکومت قاتل حضرت زهرا سلام الله علیها حقوق ایرانی ها رو نمیدادن از بیت المال، اما وقتی میخواستن مالیات بگیرن ایرانی ها میرفتن از عرب ها مالیات میگرفتن که هرچی کینه داشتن اینجا بچلونن اینا رو مالیات بگیرن، انتقام بگیرن. یعنی در واقع با شقاقی که ایجاد میکردن حکومت میکرد. فریضتن فرضها الله سبحانه لکل علی کل، همگان بر همگان.
رضا اگر کسی بگه من جامعه برام مهم نیست، حکومت برام مهم نیست، وضع مردم برام مهم نیست، ناگزیریم، همه با هم در یه جا هستیم، نمیتونه برای کسی مهم نباشه. بعد فرمود فجعلها نظاما لالفتهم، اینو یه سازمان و ساختاری برای الفت مردم قرار داد. یعنی اگر این حق والی و حاکم و مردم دو طرفش درست اجرا بشه، رفاقت هست هم بین مردم و مسئولان، هم بین مردم با خودشون. جعلها نظاما لالفتهم و عزا لدینهم، دینشون عزیز میشه، محکم میشه. اگر نباشه، یعنی هر دوش لنگه، هم بین مردم دعواست، هم بین هم عزت دینی آسیب میخوره، احساس ضعف میکنه. یه جهت این درخواست و دعا و شکایت و شکوه ما نسبت به اون کسی که معز اولیاءه و مذل اعدائه، یک جهتش اینه دیگه. وقتی بیاد همه روابط رو کامل تنظیم میکنه. فلیست تسلح الرعیت الا به صلاح الولاد، جامعه درست نمیشه تا حکومت درست بشه، اما این یه طرفه نیست. ولا تسلح الولاد الا به استقامت الرعیه، حاکمان هم درست میشن تا مردم بخوان. یعنی جامعه باید بره به اون سمتی که همه بخوان. یکی از بزرگترین مشکلات ما در دوران غیبت که اگر این درست نشه، ممکنه نعوذ بالله نستجیر بالله از عوامل تأخیر غیبت باشه، دینداری فردیه. دینداری فردی یعنی چی؟ یعنی میان تمام هم و غمم صبح تا شب و عملم خودم و زن و بچه‌ام باشه فقط. مقدمه این دینداری، دینداری مقدمه آمادگی برای حضور حضرت، که من نمیخوام بگم ما اگر آماده باشیم حضرت حتما ظهور میکنه جل الله تعالی فرجه و شریف، چون عوامل غیبت حضرت متعدد است. اما ممکنه ما در تأخیرش نقش داشته باشیم، ممکنه در تعجیلش هم نقش داشته باشه، همه این عوامل به ما وابسته نیست. دینداری فردی، تا وقتی ما دینداریمون فردی هست، یعنی ما آماده اون عدل کلی نیستیم. دینداری باید اجتماعی باشه. اجتماعی باشه یعنی چه؟ یعنی من هم مقمم در دعا کردنم که درونم رو بروز میده، کسی نیست بیاد از من فیلم بگیره که اونجا خودم هم نصف شب دارم دعا میکنم، یا در رفتار و سلوکم، صبح تا شب کار کردنم، فعالیت کردنم، باید خیرخواهی برای جمع مؤمنان باشه. جمع مؤمنان. حالا اینکه دنبال تشکیل حکومت باشم یا نباشم این بحث دیگه است، اما اینکه نسبت به جمع مؤمنان، ما بزرگترین مشکلمون الان اینکه نسبت به جمع مؤمنان حساسیت نداریم. معمولا گلیم خودمون رو عذاب بکشیم بیرون، احساس سعادت و خوشبختی میکنیم. این به خاطر فردی نگاه کردنه. اونی که جمعی نگاه میکنه فقط امیرالمومنین سلام الله علیه نیست که میگن شما در حکومت ابوالعراق تسنم و هازا، عراق شما همه وضعشون خوبه، شما اینجوری قضا میخوری، فهمون لعل بلی امامه، شاید اون دورا یکی باشه که یه لقمه نونم نداشته باشه بخوره. این نه چون حاکم اینطوریه. امام صادق صلوات الله علیه که حاکم نبود که، گندم مرغوب برای سال خریده بود، گندم گرون شد. دو تا نقل هست، یه سال گندم گرون شد، یه سال گندم خوب نبود. گفتن آقا گندم خوب نیست، گندم طلا شده. حضرت به انباردارشون، خب میدونید حضرات معصومینم عیالوار بودن دیگه، هم بالاخره آدمی که در اون سطح، انسان عظیمی که در اون سطح مورد توجهه، خرجش هم زیاده دیگه، هم خانواده وسیعه، شیعیان چشم داشت دارن، مهمان دارن، خادم دارن. حضرت به مسئول انبارشون فرمود که این گندم ها رو بر بفروش به قدر احتیاج روزانه، مثلا هفتگی
نگهدار. بابا این اصلا بلان به چه قیمتی؟ به قیمتی که خریدی. در کدوم جامعه؟ در مدینه. نه شیعه هستن نه اونقدر محب. اگر امام صادق علیه السلام در تهران زندگی میکرد که کار دیگری میکرد. فرض که حکومت هم حکومت معصومین و عادل و شرعی و حکومت شاگردان اهل بیت نبود. مدینه، مدینه دوره منصور دوانیقی یا مدینه دوره بنی امیه، مدینه مردمی که کار با حضرت حسن نداشتن. شیعه مهمی در مدینه اصلا نمیشناسیم ما که اهل مدینه باشه. فرمود برو بفروش، گرونم نفروش، به همون قیمتی که خریدیم بفروش. یعنی امام مواسات میکنه با هموطنان خودش از اهل ملتی غیر از ملت خودش. یه سالم گندم گرون شد نمیتونستن بخرن، باز حضرت فرمود همون قدری که خریدی و برو به همون قیمتی که خریدی بفروش، به اندازه ارزاق مثلا روزانه زارن یا حالا هفتگی فرض کنی، یعنی همین دم دست. ما مثل مردم میریم میخریم. تو مورد قبل فرمود ما مثل مردم گندم نامرغوب میخوریم، حالا ما یه وعده مرغوب میخوریم به بقیه هم بده، ما هم یه وعده گندم ارزون میخوریم با اینکه خودش خریده بود. ما الان برای خودمون حق میدونیم، ما یه چیزی احساس کنیم میخواد گرون بشه و دسترس مردم نیست، چون فردی زندگی میکنیم صف میکشیم 10 تا کارتون میخریم، چون فردی زندگی میکنیم. امام تو جامعه که از نظر کیش آئین به او کار ندارن، ربطی ندارن، فردی زندگی نمیکنه. تازه حاکم هم نی، چون حاکم یه ویژگی‌های دیگه‌ای هم، حاکم اصلا تنظیم کنه، او وظیفه اصلاح ساختاری داره برای اینکه قیمت ها چه باشه. قدرت خرید و حاکمیت وظیفه داره، اون برامو کار دیگه است. اما ما، حال ما که کاری نیستیم، چه در حکومت مسلمین بودیم غیر مسلمین بودیم، فردی زندگی نمی کنه، اجتماعی زندگی می کنه. رون مرغ به نیش نمی کشه سرخوش بی خیال بقیه، نمی ره از گلوش پایین. اون که اجتماعی زندگی می کنه نمی ره از گلوش پایین، نمی تونه تحمل کنه. در یه روایتی که قبلا دیدم و متاسفانه یه بخشی از فیش‌های ما که گم شده اینا دیگه پیدا نکردم بعدن، خیلی برای من عجیب بود واقعا. میگه اومد گاهی اوقات اموال معصومین علیهم صلوات الله رو مصادره میکرد حکومت. میگه وقتی همین اتفاق افتاد برای امام سجاد علیه السلام، بنی امیه مصادره کرده بود، وقتی داشتن که میدادن، اموال مصادره کرده بود، فقیر اومد پیش حضرت شروع کرد گله کردن، حضرت رو خاکا وسط کوچه نشست شروع کرد گریه کردن. اون که همراه حضرت گفت آقا الان وضعش جوری نیست که بتونه پول بده، نداره، ولی تحمل شنیدنم نداره، نمیتونه، یعنی انصاف به خرج بدید، تحمل شنیدن نداره. این چقدر بین ما از بین رفته اصلا. حالا مدینه خود حضرت سجاد صلوات الله علیه فرمود کل مکه و مدینه 20 تا خونه ما رو دوست ندارن. با اونا اینطوریه، او نفهمه. اون آدم ها ممکنه پسران ناخلفی باشن، ولی امام پدر امت که هست، امام که پدر بودن خودش رو فراموش نمی کنه ولو پسری ناخلف باشه. فرمود که جعلها نظاما لألفتهم و عزا لدینهم. اصلا این رابطه ی حاکم و مردم رو خدا قرار داده برای اینکه بین مردم و حاکمیت و بین مردم با خودشون رفاقت باشه، به هم فکر کنن، دغدغه داشته باشن. نه اینی که جو زده بشن. مثلا اوائل کرونا بود بسته و اونم آب میبدیم در بیمارستان و اونم خیابونا رو ضد عفونی کنیم و بسته ارزاق. آقا اون بسته ارزاقی که دادیم من و شما مثلا چند روز اون خانواده رو میتونست اداره کنه؟ چند دو ساله که اقتصاد خیلی از مردم بیش از قبل به هم ریخته، گرونی هم که مشخص. وای به حال مسئولان واقعا، خیلی باید عقلش پار سنگ برداره کسی بیاد یه پستی رو قبول کنه مگر اینکه بتونه خدمتی بکنه. عادتا عاقل نباید زیر بار بره،
عرفن اگه متوجه باشه نباید زیر بار بره. همین جوری وظایف فردیمون رو نمیتونیم به جا بیاریم نسبت به مردم. حالا یه نفر بیا زیر بار، حالا یه عده وضع معیشتشون تنگ شده مثلا، نباید بشه، اما یه عده بیچاره شدن. هر یه باری که این مرد با گام‌های لرزان بره خونه، بیچارن اون مسئولا. یکی از تلخ‌ترین حوادث روزگار این ولع نامزدهای متعدد انتخابات ها و یا آقایی که خودش اگر صدای منو بشنوه میدونه کیه، گفته بود جز دیوانه کسی وزارت فلان را قبول نمی کند. خودش هم قبلش مسئولیت هم داشت، ولی همین آقای دیوانه خودش همون مسئولیت وزارت فلان رو قبول کرد. تو اگه نظرت اینه که کار اینقدر سخته، خودت چرا زیر بار رفتی؟ بدون تجربه آنچنانی قبلی که نه طرف مسته، حالیش نیست. اگر این رابطه درست برقرار بشه، بین مردم رفاقت میشه. از سر معرفت باشه، از دین عزیز میشه. نه اینی که مثلا جو بدیم دوتا ماکارونی هم بدیم در خون فقرا. این بسته ارزاق چند روز مگه کار میکنه؟ 2 سال شده این. خدا به همه ما رحم کنه. بخوایم یا نخوایم، ما هممون به اندازه خودمون شریک وضع فعلی هستیم، چه بخوایم چه نخوایم. اون خدایی که مثقال ذره رو خلاصه حساب میکشه، پناه میبریم به او از این که بخواد ما رو مؤاخذه کنه و خواهد کرد. فهمون اگر رعایت کنن این دین عزیز میشه، نه دین گریزی زیاد میشه. هرچه فشار به مردم میاد، قیمت ها که بالا میره، هفتگی نسبت به این اراز ناقابل ما، مردم پیام میفرستن به برنامه. مثلا فرض کنید 1000 تا چقدر پیام میاد، یا تعریف میکنن یا ممکن انتقاد کنن. این سخت بود، آسون بود، این خوب نبود. تا مشکل اقتصادی مردم زیاد میشه، ازیاشو نمیتونم بگم صلاح نیست. بیچاره کننده است واقعا. اما یه بخشش اینه که مردم شروع میکنن به فحش دادن به دین. اینی که خودم هست، هنوز گوشیم هست، پیام ها هفتگیه دیگه. و ما نسبت به هفته گذشته، بنده همون خبیثی بودم نعوذ بالله که هفته پیش بودم دیگه، کار جدیدی آنچنانی اجتماعی که نکردم. بحثمونم نسبت به هفته پیش خیلی بدتر و بهتر نشده. اما مثلا شما نگاه میکنی قیمت خودرو رو تکون میدن، یا یه چیزی یه جای آسیب میخوره، سیل فوش میاد که مثلا چیه تو قار نشستی، مثلا داری از 1000 سال پیش حرف میزنی ما اینطوریم. آدم میفهمه که جعلها نظاما لألفتهم و عزا لدینهم یعنی چی. فشار که بهش میاد، یه تحمل شنیدن از سیره امام حسن هم نداره دیگه. به نحوی هم راست میگه، میگه من هشتم گروه 1480، تو چی داری میگی؟ جمع کن این حرفا رو. خطرناکترین چیزم همینه. این شما هر چه بخوای استدلال برای امور دینی بیاری، اگر دینداری فردی و اجتماعی کارآمد نداشته باشیم، میگه همش کشک باد هواست. تو راست میگی دینداری، جویدی اعصاب زن و بچه تو هر روز، چی میگی تو دینداری؟ همسایتو تو دینداری، این وضع کار کردنته. تو دینداری، این وضع حکومتته، هم فردیش هم اجتماعی.
یعنی ما طول سال سیاه بپوشیم برای حضرت زهرا سلام الله علیها عزاداری کنیم، ولی این وضع طلاق زن و شوهرها باشه، این وضع خودروسازی باشه، هم حکومتیش هم فردیش، کسی باور نمیکنه این دینداری سعادت دنیا و آخرت داره. وقتی دینداری سعادت دنیا و آخرت داره که بچه هیئتی و وایسونن بگم ببین این در دنیا آرامش داره، سعادت داره. این بعضی از بزرگان ربانیین از علما که نه قیافه آنچنانی داشتن نه پول و پلهی داشتن، اهل عبادت بودن، به هیچ کس هم کار نداشتن، محبوبن، چون مردم میگن نگاه کن این درسته به مردم کار نداره، یعنی غرق در مسائل خودشه، چون اصلا انگار پاش رو زمین نیست، البته به مردم کار داشتن اونا، کسی نمیفهمید. ما دیده بودیم که پاکت میداد بدید خونه فلان همون میزانی که او نیاز داشت، اما حالا ظاهرش نگاه میکردی کسی انگار که تو این دنیا نبود، ولی برای مردم محبوب بودن. چرا؟ میگو آرامش داره. وقتی دینداری فردی دینداریه که شما نگاه کن یه هیئتی موفق تو زندگی فردیش، یه خانواده به سامانی، یه ارتباط خوبی با زن و بچه، با پدر و مادر، با فک و فامیل زن و شوهر، با همسایه ها، تو محل کارش یه آبروی داره، محترمه، چون میبینن که سرش به تنش میارزه، دست و پاش به خیره، اهل ظلم و تعدی نیست. وگرنه همین شهدا سلام الله علیهم اجمعین که بخش زیادشون این جنوب تهرانن، یقه ما رو میگیرن میگن ما از خیلی چیزا گذشتیم، شما چهره دین رو به سمتی بردید که دیگه راجع به امام همه حرف بزنی فوش ممکنه که ادعی بدن به خاطر فشاری که بهشون اومد. جعلها نظاما لالفتهم و عزا لدینه. تا وقتی ما اجتماعی فکر نکنیم مقدمه شه، یعنی بگن چی بهت بدن خوشبخت میشی، بگه اون لقمه ای که من دارم میخورم همه داشته باشن، من با همه راحت از گلوم پایین بره، نه اینکه من اینو داشته باشم، اینو سوار بشم، این اینجوری بشم، بچم اینجوری باشه، زنم اینطوری باشه، همش خودم. وقتی فقط به خودم فکر میکنم رشوه میگیرم، رشوه میدم. وقتی به خودم فکر میکنم از هر فرصتی برای ظلم و تعدی ممکن استفاده کنم. شیخ صدوق میگه که دختر سیدالشهدا میفرماد اونی که اومده بود اموال ما رو تو خیمه نیم سوخت غارت کنه گریم میکرد. گفتم معلوم برای چی گریه میکنی؟ گفت شما دخترهای پیغمبری. گفتم خب این کار نکن. گفت اون یکی میاد. وقتی فردی نگاه میکنه من باید برای دخترم گوشواره ببرم، حالا از هر جا، پول دارم برم بخرم، ندارم برم بدزدم. گاهی فیلم منتشر میشه، اینا از اون علائم خطره، یعنی اگر قرار باشه آژیر خطر برای جامعه بکشن یکیش اینه. کامیونی چپه کرده بود، یه سری جعبه مواد غذایی توش بود، یه دم داشتن با موبایل فیلم میگرفتن، از ماشین درب داغون داخلی تا خیلی گرون قیمت خارجی وایساده بودن. نه اینکه بگم همه مردم دزدن، ولی این قاب داشت اینو نشون میداد، این قاب تصویر با خنده که انگار صدام اموالش وسط خیابون و جاده ریخته، هر کس با خنده میرفت یه کارتون خلاصه یا هر چقدر دستش می‌رسید برمی‌داشت، گاهی ماشینش چند میلیارد پولش بود می‌ذاشت تو صندوق. یعنی دزدی و پس فطرتی به دارایی نیست، ممکنه فقیری لعیم باشه یا کریم، ثروتمندی لعیم باشه یا کریم، به داشته بالفعلشون نیست. فردی که نگاه کنه اینطوریه، میگه من جیبمو بچسبم باقی رو ولش کن. باشه بقیهش برای جلسه ای.
بخش دوم رو هم دیگه مزاحمتون نمیشم، عرض نمی کنم که همینقدر به شما بگم که اگر یه وقتی تو ذهنتون بود چطور زمان امام حسن علیه السلام پیش چشم امام معصوم جسارت به امیرالمومنین یا حضرت زهرا سلام الله علیها می کردن و مجبور بود خود امام دفاع کنه، چه توجیهی داشتن؟ به روزگار خودمون برگردید، همین توجیهاتی که من و شما امروز داریم که از اهل بیت دفاع نکنیم، اون زمانم همینطوری بود. و چون دقت نظر نداریم ما رو بازی میدن، که حالا حرف اینجا زیاده، میذارم یه وقت دیگری انشاءالله. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا. امیرالمومنین تو جنگ جمل این دعا رو خونده، اینکه خودش امام معصوم، اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا. همین قلت عددم که داریم منسجم نیستیم، اونجایی هم که باید منسجم باشیم یقه همو میکشیم باز. و تفاخر از زمان علینا و شدت الفتن بنا. این ایامی که درش هستیم، اگر 75 روز تقریبا بعد از پیغمبر اکرم مرغ روح صدیقه طاهره سلام الله علیها پر کشیده باشه به عالم بالا، که روایات زیادی هم 75 داره، مثل بعضی از اقوال دیگه نیست که حالا عده‌ای دوست دارن بسازن، مناسبت سازی نیست. 75 خیلی روایت معتبر داره، بنده نمیخوام بگم یعنی فردا حتما سالگرد شهادته، اما خیلی روایت معتبر داره. بسیاری از بزرگان ما هم فردا روز شهادت اصلی میدونستن. حالا الان جا نداره بخوام 75-95 شاید مهمم نباشه بازش کنم، اما اگر فردا روز شهادت باشه، امروز خانه امیرالمومنین اگر سر بزنید، صدیقه طاهره سلام الله علیها 18 سالشه، دیگه خیلی سعی کردن تلاش کنن برای این که از زهرا سلام الله علیها ولادتش قبل از اسلام باشه. غیر شیعیان اقوال مختلفی نقل کردن، همش اینه که قبل از اسلام. علتش هم اینه که اگر بعد از اسلام باشه، اون روایات که نشون میده ولادت حضرت یک مسئله الهی است، آسمانی است، معراجی است، مقدمات داره. پیغمبر اکرم برای وجود او، برای مقدمه وجود او، باید اون پیغمبر طهر طاهر مطهر 40 روز هم باید طهارت بیش از قبل، عبادت بیش از قبل داشته باشه. برای اینکه این از بین ببرن، سعی کردن بگن قبل از بعثت. حالا 1 سال قبل بعثت یا 5 سال قبل بعثت، یعنی تلاش شده که از زهرا قبل از بعثت باشه که ماجرای ولادتش معراجی نشه. حالا اینم که اونا میگن که نیست باشه، میشه 28 سالش. تو حالت عادی بدن مبارکش لطیف بود و پیغمبر اکرم تحمل دستاس گردوندنشو نداشت، در روایات هست. نه این که به اون دست مبارک فشار خاصی بیاد، این که دستاس بخواد بگردونه پیغمبر تحمل نمی کرد. آمد خونه، دید زهرای عطر داره آسیاب میچرخونه، در یه با یه دست بچه بغل کرده، با یه دستم آسیاب میچرخونه، پیغمبر شروع کرد گریه کردن. روز ازدواجشون پیغمبر اکرم دیگه اصلا از حد و زاهدین نم چی بگم راجع به پیغمبر. پیغمبر اکرم مثل ما نیست که، ولی وقتی دید توی خانه ظرف گلین زبره، ظرف گلیه سفالیه و زبره، آمد روز عروسی حضرت وقتی خواست اینها رو با امیرالمومنین تو خانه برای دست تو دست بگذاره،
شیخ ابوالفتوح رازی میگه که تا نگاه کرد به اینکه این ظرف ها زبره شروع کرد گریه کردن. یا رسول الله، برای کاسه زبر خانه این فاطمه هم گریه کردی. کاری کردن که دیگه مثل این ایام بود. عباس عموی پیغمبر اومد گفت میخوام بیام عیادت کنم. امیرالمومنین پیغام داد فرمود بگید به عموم که انها ثقیله، وزش وخیمه، شرایط عیادت نداریم، نمیتونیم مهمان بپذیریم. ذاب لحمها، آب شده بود بدن. نحل جسمها، جسم چیزی ازش باقی نمونده بود. حتی صارت کل خیال، مثل شبهی از یک بدن. خدا نیاره انشالله برای مردی که اونم مثل امیرالمؤمنین که در بدر و احد فراوانه، که تا جنگ سخت میشد. خود صدیقه طارم فرمود هر جا سخت میشد آتش جنگ داغ میشد، انتم فی رفاهیت من العیش، شما زندگی خودتونو میکردید، شما فرار میکردید. اونی که زیر بار بود برادر پیغمبر بود، پسر عموی من. برای کسی که پیغمبر در احد و بدر به او میفرمود اکفنی یا علی، کفایت کن ما رو. برای کسی که هرگز در هیچ جایی به غیر پیغمبر به کسی پناه نبرد، کار به جایی رسید که صدیقه طاهره سلام الله علیها باید از او دفاع می کرد. یه روایتی هست اصلا بعضی چیزها رو من نمیتونم بگم، میدونم هم روز خراب میشه ولی توان گفتنشو ندارم، در کافی ظاهرن که وقتی بین در و دیوار به هوش اومد دید امیرالمومنین رو بردن، خیلی تلاش کرد امیرالمومنین رو نبرن. تا نشکستند اون دست رو، دستش رها نشد از دامن امیرالمومنین. به هوش که اومد دید امیرالمومنین رو بردن، میدونست احتمال قتل حضرت جدیه. اون بانویی که پیغمبر و امیرالمومنین روایت کردن که نابینا اگر میومد نمیخواست نفس کشیدنش رو حس کنه، رفتم مسجد یقه اون ملعون رو گرفت. یعنی این میزان تحرک و نزدیک شدن به نامحرم، اونم این خباست، خیلی تلخ گفتنش، نمیتونم بیان کنم. فرمود اگر علی رو برنگردونید دعا میکنم نفرین میکنم و ستجدونی سریع الاجابه. میدونی منم اگر دعا کنم حتما اجابت میشه، اما هم خودش مادری کرد، هم امیرالمومنین به سلمان اشاره کرد بگو فاطمه نفرین. یه دلیلش این بود که امام صادق فرمود یه عده‌ای باید بیان در این دنیا به ولایت اهل بیت متولی بشن، هنوز نیومدن. امیرالمومنین فرمود بگو فاطمه نفرین نکنه. حضرت در بستر افتاد. بعد از این واقعه سلیم ابن قیس میگه بعد از این که امیرالمومنین رو سالم برگردوند به خونه، تو همه جنگ ها اینطور بود که پیغمبر سالم برمیگشت و امیرالمومنین غرق زخم. همه رو یک جا فاطمه جبران کرد، غرق به خون، در هم شکسته. Ha ha ha.
ولی امیرالمومنین رو سالم از زیر شمشیرها آورد. سلیم میگه بعد از اون دیگه از جا بلند نشد، خیالش که راحت شد امیرالمومنین سالمه دیگه از بستر بلند نشد. یه جمله دیگه هم بگم، آقایون هر جا دوست داشتن ببرن جلسه رو. این خیلی برام تلخه، برای خودم من این از روزه قتلگاه سخت‌تره. حالا امیرالمومنینی که خجل از این که صدیقه طاهره او رو نجات داده، دستور پیغمبر البته بود، اگه دستور پیغمبر نبود امیرالمومنین نمیتونست تحمل کنه. هم عقل اینو میگفت، هم دستور خاص داشت، ولی مبتلا شده بود دیگه. این دستور به قدری تلخ بود که امیرالمومنین فرمود با پیغمبر در کوچه حرکت میکردیم، پشت سر رو پیغمبر نگاه کرد، وقتی خلوت شد فرمود علی جان یه چیزی میخوام بگم، در گوش من جمله ای گفت که من با صورت زمین افتادم. یعنی اگر به امیرالمومنین پیغمبر فرمود علی جان باید تکه تکه بشی که کاری نداشت، ولی که علی جان تو باید صبر کنی، فاطمه وظایفی داره و تو فعلا باید صبر کنی، تو باید بمونی. بعد معلوم بشه که بعد از پیغمبر شیوه ها چی بوده و تو از این جملات بگی برا مردم. خیلی تلخ بوده تحملش برا امیرالمومنین. خلاصه خجل بود امیرالمومنین. فاطمه زهرا سلام الله علیها هم از او حجاب میکرد، تا زنده بود حجاب میکرد. بعدم فرمود علی جان از زیر لباس باید غسل بدی. حضرت اومد خونه، دیدین بیبی دو عالم که دیگه نه صدای با جوهره ای داره نه تحرکی داره، یه گوشه افتاده بود انگار ملحفه رو زمین افتاده. آمد دید داره گریه میکنه، بیچاره شد، شاید نعوذ بالله، شاید فکرش هزار جا رفت، شدت دردشه داره گریه میکنه، وضع بچه هاشو میبینه، دخترشو میبینه، پسرشو میبینه، اون معصومه، یتیمی بچه هاشو داره میبینه، چی داره اذیتش میکنه که گریه میکنه. اومد سرشو به دامن گرفت، یا سیدتی ما یوب کیکه، برای چی گریه میکنی؟ بلافاصله دفع شبهه کرد، فرمود ابکی لما تلقا بعدی یا ابوالحسن، برای غربت تو گریه.